سلام دوستان، شبتون بخیر باشه. دو تا موضوع رو امشب میخوام خدمت شما ارائه بدم. موضوع اول پیرامون همین بحث کرونا هست و موضوع دوم یک بحث منطقی هست که امیدوارم بهش برسیم و بتونیم بهش بپردازیم. خیلی کمتر میخواستم روی بحث کرونا بحث بکنیم، ولی ظاهرا باید این رو بپذیرم که یکی از موضوع داغ برای شما هست و مهمتر از اون این در ذهن شما الان شکل گرفته و میبینم که خیلی از کاربرها با اینکه بارها پیرامونش توضیح دادیم مدام دارن میپرسن که آیا ممکن هست اون چیزی که تحت عنوان بیماری کرونا داریم میبینیم یک بخشی از تسلیحات بیولوژیک کشور باشه، همچین نگاهی میتونیم به کرونا داشته باشیم یا نه. فکر میکنم قبلا هم توضیح دادم باید همه احتمالات رو در نظر گرفت و موضوعات مختلف پیرامون این قضیه رو مورد بررسی قرار داد، ولی این رو در نظر گرفت عمده مطالبی که داریم پیرامون بحث تسلیحات بیولوژیک بودن این بیماری داریم میگه فعلا در حد فرضیه است. این فرضیه ها هنوز به مرحله اثبات نرسیده، در حد فرضیه داریم نکات قابل تعاملی رو مطرح می‌کنیم. رسانه‌های شرقی به این قضیه پرداختن که اون ویروسی که وارد چین شده جهش یافته هست، یعنی یک بیماری تحت عنوان کرونا در دنیا وجود داره، اما اون چیزی که در چین به وجود اومده در کشور چین جهش پیدا کرده که این بحثش خیلی مفصله. اما یک گزارشی هم در روزهای گذشته می‌دیدم، عضو سابق کمیسیون تسلیحات بیولوژیک سازمان ملل اومده یک مصاحبه ای رو کرده. این شخص در مصاحبه خودش گفته کرونا یک ترکیبی هست از ویروسی که به وجود اومده از ویروس مار، خفاش، HIV و گلیکوپروتئین. شخص که این نکته رو مطرح کرده عضو سابق کمیسیون تسلیحات بیولوژیک سازمان ملل بوده، کارشناس نظامی روسیه به حساب میاد و در مصاحبه اخیرش گفته که بررسی‌هایی رو پیرامون این ویروس انجام دادیم و این بررسی‌ها ما رو داره به اینجا میرسونه که احتمالاً ارتش آمریکا این ویروس رو به وجود آورده و به ووهان چین منتقل کرده. این شخص یک نکته در صحبت خودش میگه که ما نمیدونیم این ویروس از کجا به وجود اومده، ولی این رو یقین داریم که این ویروس ساخته دست بشر هست. این قضیه برای ما خیلی واضحه. گفته که این ویروس در حالی در چین شیوع پیدا کرده که همزمان یک جنگ لفظی بین چین و آمریکا در گرفته بود، یک جنگ اقتصادی هم بین اونها بود و به یک باره این بحران اومد و چین رو درگیر خودش کرد. بحرانی که متأثر از یک ویروس هست، ویروسی که خودش از ترکیب چند ویروس دیگه به وجود اومده. میخوایم از یک زاویه دیگه بپرسیم اینکه آیا ایالات متحده که مردم خودش هم درگیر این ویروس شدن میتونه عامل شیوع این بیماری و سازنده اون باشه یا نه. بعد از شیوع این ویروس در دنیا چند تا اتفاق افتاده. یکی از اتفاقاتی که افتاده این بوده که شاهد کاهش 90% پرواز به چین بودیم، شاهد این بودیم که بحران اقتصادی در چین جدی شده. نگاه‌ها یک دو قطبی شرق و غرب بود، چین داشت اعتبار پیدا می‌کرد. همین گفتن آقا بی سر صدا یک کشوری در شرق آسیا داره فعالیت می‌کنه، به اقتصاد خودش میرسه، خودش هم داره قدرتمند می‌کنه، مثل آمریکا سر صدا هم نداره، مشکلات اقتصادیش هم داره حل می‌کنه، کشور اول هم هست تو حوزه اقتصادی در دنیا. همون چین که در خصوصش این حرف‌ها زده می‌شد، الان همه میگن آقا اینا یه مش آدم خفاش‌خوره، وحشیه، کرکسیفه، بیماری به وجود بیارن. نگاه به چین داره تغییر می‌کنه. یعنی شما در همه شبکه‌های اجتماعی، چه فضای فارسی زبان، چه عرب زبان، چه دیگر کشورها می‌دیدی که دارن ویدیوهای پخش می‌کنن از غذا خوردن چینی‌ها. یعنی سبک زندگیشون زیر سوال رفت، اقتصادشون زیر سوال رفت و حتی مردمشون زیر سوال رفتن. همه با یک نگاه خاصی به اینها نگاه می‌کنن. اخیراً یک ویدیو منتشر شده، میگن این ویدیو مربوط به نیویورک هست، من دقیق نمی‌دونم، نشون میده که ریختن سر یه چینی، یه چینی رو دارن ضرب و شتم می‌کنن صرفاً به خاطر اینکه چشم آدومیه. یعنی بر این باورن که تو کشورت این مرضا رو به وجود آورده، به جون همه دنیا هم انداخته و تو نباید در نیویورک حضور داشته باشی. در ایران این ویروس یک بحران جدی رو برای کشور به وجود آورد، افکار عمومی رو به شدت درگیر کرد. در حوزه رسانه‌ای یک فضایی رو با کمک رسانه‌های وابسته به وجود آورد تا حکومت ایران و حتی نهادهای مذهبی، حتی جنگ مذهبی که داشتن رو در حوزه دینی در طول این سال‌ها جلو می‌آوردن برای اینکه از نهاد دین اعتبار زده بکنن، این رو از طریق همین ویروس اومدن پیگیری کردن و جلو بردن. حتی یک نفر در آمریکا مصاحبه کرده بود، گفته بود که کارهایی رو که ما تحریم‌ها خواستیم انجام بدیم و نشد، این ویروس داره برای ما انجام میده. در دیگر کشورهای دنیا هم اگر بیایم بررسی بکنیم، می‌بینیم اقتصادها به چالش کشیده شده و حداقلش این هست که میشه اینطور ادعا کرد که اگر این ویروس ساخته دست بشر نبوده باشه هم تا اینجا خروجیش به نفع ایالات متحده بوده. باز ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که خب مردم خودشون هم درگیر این قضیه شدن، مردم خودشون چرا توضیح نمیدید؟ من ابتدا میخوام به این بپردازم که آیا این ویروس برای دولت آمریکا خوب بوده یا نه. اینها نکاتی است که رسانه‌های مختلف اومدن پرداخت کردن. از اینجا به بعد من صرفاً دارم با ادبیات خودم برای شما روخوانی میکنم و چیز جدیدی خودم اضافه نمیکنم. یکی از نکاتی که اومدن بهش پرداختن این هست که در چین بعد از این ویروس رقابت بین چین و آمریکا در حوزه اقتصادی به نفع آمریکا داره جلو میره. این یکی از مزیت‌های این ویروس برای آمریکا بوده. نکته دوم که رسانه‌ها اومدن بهش پرداختن اینه، میگن آمریکا سال‌ها به این فکر می‌کرد که صنایع خودش رو و اون کارخونه‌هایی که به دلیل ارزان بودن قیمت نیروی انسانی رفتن در چین سرمایه‌گذاری کردن رو بکشونه آمریکا. حتی تهدید هم کردن، فشار هم آوردن، ولی این کارخونه‌ها حاضر نمی‌شدن در آمریکا حضور پیدا کنن. این
بحرانی که به وجود اومد، یکی از بهترین فرصت‌ها بود برای اینکه آمریکایی‌ها و ایالات متحده بتونه صنایع خودش رو از چین خارج بکنه و بکشونه در خاک آمریکا. یکی دیگه از نکاتی که منم بررسی کردم این هست، میگن دولت آمریکا یکی از وعده‌هایی که داده بود این بود که بتونه کمک‌هایی رو در حوزه اقتصادی به سرمایه‌دارها بکنه. یه سری وعده داده بود توی انتخابات‌ها. ویروسی که در آمریکا هم شیوع پیدا کرده، در مرحله اول ضربه‌هایی رو می‌تونه به سرمایه‌دارها بزنه، اما دست ترامپ رو باز می‌ذاره برای اینکه کمک بتونه بکنه به سرمایه‌دارها، بیاد روی بحث کاهش مالیات که از وعده‌هاش بوده کار بکنه، بیاد روی بحث کاهش سود بانکی که از وعده‌هاش بوده کار بکنه. و از این جهت این هم یکی از نکاتی بوده که اومدن رسانه‌اش برخطن به عنوان یکی از برگ‌های برنده آمریکا. نکته دیگه که مطرح کردن اینه، میگن ایران در برابر آمریکا در خاورمیانه قرار گرفته بود، خاصه یا ناخواسته در حال به چالش کشیدن آمریکا بود. این ویروس میتونه کمک بکنه که اونها به نوعی دسته برتر در مقابل ایران پیدا بکنه. همون موقعی که این ویروس در ایران شیوع پیدا کرد، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی یک توییت رو منتشر کرده بود. در این توییت گفته بود که ترامپ به این فکر میکرد که بتونه فشار حداکثری به ایران بیاره، اما این ویروس شاید بتونه این کارو برای ما انجام بده. اما آیا این ویروس ممکنه کار آمریکایی‌ها باشه؟ ببینید، آمریکا تنها کشوری در دنیا هست که بمب اتمی رو در دنیا دوبار تست کرده. ممکنه باز بگید خب این رو روی ملت دیگه ای تست کرده، الان مردم خودش درگیر شدن. ممکنه یعنی یک کشوری اینقدر وقیح باشه که بیاد علیه مردم خودش هم اقدام بکنه؟ پاسخ مثبت هست. متعدد گزارش های وجود داره که نشون میده آمریکایی ها اقداماتی از این دست رو در حوزه های مختلف روی مردم آمریکا تست کردن. یکی از نمونه های تاریخیش که خیلی مطرح میکنن اینه، میگن که برای آمریکایی ها مهم بود که یک منطقه رو پیدا بکنن که آب و هوا و به لحاظ جمعیتی شبیه به مسکو شوروی باشه. در همین خصوص یکی از شهرهای آمریکا رو انتخاب میکنن و ماده سولفید کادیوم رو از طریق هواپیما بر روی این شهرها و بر روی سر مردم این شهرها میریزن. زمانی که این موضوع مطرح میشه، ابتدا شورای ملی تحقیقات آمریکا میاد فاش میکنه که نه، این خطری نداشته، اقدام خاصی انجام نشده، به کسی آسیب نرسیده. اما در سال 2012 در نهایت این موضوع رسانه‌ای میشه که شهرهایی که این آزمایش روشون انجام شده، درصد سرطان در بین مردمش به شدت بالا رفته و یک درصد بسیار بالایی از میزان سرطان در این شهرها ثبت شده که مربوط به مواد رادیواکتیو است. نمونه‌های مختلفی رو میشه در ایالات متحده دید که اینها اومدن این رو برای مردم خودشون تست کردن. در شرایط فعلی هم بله، این بیماری میتونه کمکشون بکنه تا خیلی از اون چیزهایی که داره در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی اونها رو به چالش میکشه ازش رهایی پیدا بکنن. خب ما الان چیکار باید انجام بدیم؟ کاری هست که ما بتونیم برای کشورمون انجام بدیم؟ ببینید دوستان، ما یک سری همسایه داریم که تیم‌های رسانه‌ای وابسته تلاش حداکثری خودشون رو انجام دادن تا از ما در مقابل این همسایه‌ها اعتبارزدایی بکنن. 700 میلیون نفر در کشورهای اطراف ما هستن. همون فضایی رو که در خصوص چین در غرب به وجود آوردن، همین رو اومدن در ذهن مردم در کشورهای اطراف ما کاشتن. یعنی شما وقتی بررسی می‌کنید می‌بینید 40 تا کشور از ایتالیا این ویروس رو گرفتن و ایتالیا مهمترین عامل شیوع این ویروس بوده، اما ایران رو دارن به کشورهای اطراف ما و به خود مردم ما به عنوان عامل شیوع ویروس معرفی می‌کنن. در این شرایط ما لازم هست یک دستگاه دیپلماسی داشته باشیم. این دستگاه دیپلماسی بیاد مجلس ما رو پایکار بیاره، سیاستمداران ما رو پایکار بیاره، اینها رو به کشورهای مختلف بفرسته، برن با چهره‌هایی در سطح خودشون در اون کشورها بشینن، گفتگو کنن و به نوعی یک چهره خوب رو از ایران به نمایش بذارن. در زمانی که خلأ این نهاد و این دستگاه دیپلماسی حس میشه، رفقایی که در امارات هستن، رفقایی که در دیگر کشورها این شبنامه‌ها رو دیدن، صحبت کردن، اینا تو امارات دارن زندگی می‌کنن. در قطر بعضی از رفقا، کسایی که مخاطبین ما هستن، دارن زندگی می‌کنن. در کویت دارن زندگی می‌کنن. در شبکه‌های اجتماعی این کشورها تلاش بکنید این تصویرسازی زشتی که دارن تلاش می‌کنن از ایران به وجود بیارن شکل نگیره. کاربران آمریکایی رو چک می‌کردم، کاربرانی که به اصطلاح بعضی‌هاشون رو می‌گیم دلقک‌های اینستاگرامی در آمریکا، اینا اومده بودن برای اینکه به مردم خودشون بگن که کرونا خطرناکه، قبرستان‌های ایران رو داشتن نشون می‌دادن. این فیلم‌ها از کجا در اومده بود؟ رفتن از العربیه فیلم گرفتن به اونجا استانگی. یعنی العربیه تا اونجا هم رفته ما رو بی‌اعتبار کنه. الان ما دستگاه دیپلماسی درست حسابی شاید نداشته باشیم و اگر احساس می‌کنید نداریم، این وظیفه شماست که بیاد میدون در جهت اعتبارسازی برای کشورتون تلاش بکنید. این وظیفه من و شماست وارد عمل بشیم. این تلاش جواب میده. چند شب پیش من گفتم بیاید یک مطالبه‌گری انجام بدیم پیرامون بحث معیشتی. امروز آقای روحانی در صحبت خودش اعلام کرده که برای بحث بیمه ها یک پیشنهادی رو داره و دولت برای اینها راهکار می‌خواد ارائه بده. برای بحث وام ها، اینا چیزایی که ما چند شب پیش داشتیم بحث می‌کردیم. در حوزه‌های دیگه هم میشه. شماهایی که در خارج از کشور هستید تلاش بکنید از اینکه یک چهره زشت از ایران شکل بگیره، یک چهره بی‌اعتبار از مردم ایران شکل بگیره، جلوگیری بکنید و در قامت سربازان رسانه‌ای ایران در مقابل این نون به نرخ روزخورهای وابسته وارد عمل بشید و اثرگذاری بکنید. من شبنامه امشب رو همینجا به پایان میرسونم. شبتون بخیر.